راشی والا هنو باشه مراشای رادی آقاو هودل نومین اتعاوت پریز از اوا و عباس ها نبوده پاسخوی که در انتهای پارشای به شلال خاص در بمیدوار تتواب لامتت بلو تاتو رو عره لبخم و عره نخم منعرف نشید به دنبال قلبتون و چشمتون که شما منعرف میشه به دنبال اونها. نوشته در کتاب هینوخ در میسوای 387 به این گونه موضوع این فرمان نهی که من داشته شدیم که فکرمون و ذهنمون مشغول نباشه، برای که فکر بکنیم در دانشایی که اونها برخلاف دانش تورا بنا شده دانش توراست. دفیش ابشار به خاطر که امکان پذیره که ناشی از این انسان برسه حتی به حالت کفر و بیمانی، مگر اینکه اگر چنین افکاری به ذهن انسان اومد همونجا قیچی بکنه چنین افکاری رو و تغییر بده، برای اینکه فکر بکنه در راه و روش تورا اون راهی حقیقی و خوب و درست، و همینطور تغییر نکنه انسان به دنبال نگاه چشمش ظاهری که میبینه او بیخلارزه و در این زمره که تغییر نکنه به دنبال هوا و هوسهای این دنیا، زیرا که اون عاقبت خوشایندی نخواهد داشت و باعث خفت و خاری خواهد بود. از اون که فرمده خامیز خیلی را خالو تا تو را رل و خیم جاسوسی نکنه به دنبال قلبتون، این کفر و بیمانی هست، به دنبال چشمتون این زنوته کار منافی افته. تا اینجا گفتارشه. و چیزی که داراش کنه ارخامیم در مورد ارهن خیم که این اشاره به زنود داره، این منظور از ارخامیم این هست که نهایتا به چنین جایی کشیده خواهد شد، و مفهوم پاسخ این گونه است که به در مورد چشما که اگر انسان بره به دنبال چشمرونی به دنبال نگاه ظاهریش مسلماً کشیده میشه به دنبال هواسا و نهایتاً کشیده شدن به دنبال لذت‌های این دنیا که خطر بزرگی است برای کسی که به دنبال چشماش میره، که گفتیم این میتونه حتی به زنوت هم کشیده بشه. همچه خطای آدم آرشون هم اگه نگاه بکنیم با چش شروع میشه، همونطور که نوشته در برشید گیم الواو و تره هایشا کی تو وایس نمخار وخی تعوا و لاینای و دید آن زن که خوب اون درخت برای خوردن و مرد هوس برای چشم ها، چرا که این وسوسه‌ای که وسوسه چشم ها ایجاد میشه میکشه انسان رو به دنبال هوس های این دنیا، و این چیزی که تو دورا گفته اهر انخم در واقع در بر میگیره همه حالت های هوا و اثار، و نوشته در کتاب اینوخ اموجا در ریشه میسوا به دب بنی و بدون فرزند من و این روون باشه در دهان تو، که اگر فکر زنده تو این گونه قرار بدی که به دنبال برورده کردن خواستهای بد قلبت باشه، اگه حالا فقط یه بار که چیزی نمیشه که به چشم ببینیم چه شکلیه، نتیجهش این خواهد بود که کشیده میشی به دنبال او بارها و بارها. چه آدمی که معتاد هست هیچ کسی به نیت معتاد شدن شروع استفاده از مواد مخدر نمیکنه، یه تفننی یه بار امتحان کنیم ببینیم چه جوریه. حالا اول ممکنه چند ماه یه بار باشه، بعد ماه یه بار میشه، بعد هفتگی میشه، بعد روزانه کاری کشیده میشه که یعنی روزی چندین بار میکشم، میگه من که معتاد نیستم که، من هر وقت بخوام میکشم، روزی 7-8 بار فقط میخواد میکشه. تیماشه قهره ها کشیده میشه به دنبال اون چندین بار، و این تیسکه و اگر موفق بشی که قوی باشی برای که کنترل کنی یه سلالتو و ببندی چشماتو از نگاه کردن بدی، یک بار بار اول دوم سوم خیلی سخته، اما همی که بار اول میبندی راحت تر میشه در نظر تو برای اینکه این کار انجام بدی برای بار دوم.
بعد که دوبار دومم کنترل کردی دفعه سوم راحت تره. و بعد از سه بار اولی تر مثلا یه اوتو اون لوتو یاری هشم هم بیشتر خواهد بود و شاید یه امری که برای دیگران در حد غیر ممکن به نظر برسه اون یکی میگه نه با اینکه خیلی سخت نیست که نیست. میشه کسی که از اول حاضر نشه لب سیگار بزنه میگه اصلا من نمیدونم چرا میکشم بوش که من که ناراحت میشم. در که اون نفر اولم اونم که سیگاری شده دفعه اول فقط گفته یه تفنی ببینیم چه جوریه. شاید دفعه اولم کلی سرفه کرده، کلی اونم مزه دهنش عوض شده، بوش اذیتش کرده، ولی کم کم کشیده شده. اما اون همون که دفعه اول نگفته، این نهه برای بار دوم سوم و بار بعدی خیلی خیلی راحت تر خواهد بود. چرا که هوا و اسای مادی جذب میکنه و میکشه انسان رو. اما تو که مثلا یعین آدم شرابها رو به خودش جذب میکنه، کسی که عادت خودش رو کنترل کرده یا فقط تو فلان مورد میخورم فلانه، او کسی که گفته حالا که هست بخوریم دیگه بعد که میبینه نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. کسی همون رو تیس بنفشان، زیرا که اون آدم های شرابخوار سی نمیشه جانشان هرگز از یعین، بلکه حوث دارن به او حوثی بزرگ و بر طبق عادت جانش به اون تزه علیم این حوث قوی تر و سختر هم میشه. گدا و عزه همینطوره. این در مورد حوث های جسمانی، هر فردی مطابق عادتش در حوثهاش و استمرارش در اونها یه سرارش هم قوی تر میشه روز به روز و من میداره از او، از اینکه شاد باشه به سم و قسمتش کسی نمیشه. این داستانه معروفه که پدری بود، حالا به هر دلیلی عادت کرد و به شراب خوری میخورد و مست میکرد و دیگه حالیش نبود، کوچه خیابون میافتاد مسخرش میکردن فلان میشد و این باعث ناراحتی و خجالت خانوادهش. پسری داشت، پسره حالا علمی سوا تورا اینا بود، یه زمان دیدی شکلیه گفت که بابا تو خواهش میکنم حداقل از خونه بیرون نیا، تو بگو چه شرابی میخوای من میگیرم میذارم تو خونه. و همینجور هم شد دیگه، دیگه حداقل مست میکرد تو خونه میافتاد، کسی نمیدید حالا احوالشو. یه بار اون پسر یه روز بارونی داشت میومد به بابای سر بزنه، دید جوونا جمع شدن دارن میخندن فلان اینا، چی شده دید آره یه بنده خدای مست کرده اتاق تو جوب آب، همینطور آب مثلا تا نصف بدنشو گرفته و فلان اینا، اونا یهایی میکرد لگد بهش میزدن سنگ بهش میزدن، حالیش نبود. گفت الان بهترین موقعیت بابامو بیارم ببینه وقتی مست میکنه چه شرایطیه، چقدر خفت باره، چقدر زشته، شاید یه مداد دست بکشه. رفت بابا رو برا تو اون هوای بارونی برداشت آورد اونجا، گفت ببین بابا چجوری میشه، این چجوری افتاده اینجا. بابا نگاه کرد و رفت دم گوشه اون بنده خدا یه حرفی زد، سر بلند کرد اینا. پسرش گفت خب بابا چی بهش گفتی؟ گفتم بگو ازش پرسم کجا یعنی خریدی که اینقدر خوب بوده. خلاصه کسی که دیگه عادت میکنه به اون دست کشیدن از اون، اون چیزی که باعث عبرت دیگران میشه نه، شاید داره اون همینه که کجا خریدی که اینقدر جنسش خوب بوده، به ما هم عادت بده. زو خمر حالا و این سنگینه فرمان نهی تورا که اگه بره به دنبال چشماش یک بار، موقع کششش برای بار دوم بیشتر خواهد بود. این غیر ممکن نیست که آدم جلو خودشو بگیرن، اما کار سخت‌تر میشه. روال آدم تنبله، آدم معمولا دنبال راحت‌ترین چیز، شیرین‌ترین چیز میگرده. چقدر تو خواب و خیال هستن که آقا مثلا یه شبه پولدار بشن، به کجا برسن؟ اونی هم که دارن از دست میدن. در که اگه بیاد بگه آقا برنامه‌ریزی کن اینجوری بکن، اوه این همه زحمت که حوصله شده نمیخواد. آدم با اینکه بارا میشن زود گول میخورن، میاد طرف میگه آقا تو بیا اینجا سرمایه گذاری کن، یه تومنت میشه 100 تومن فلان، پولو میده دست اونم راحت میخوره یا آبم روشو در میره. و بعد میگه که آره گفته بودن، اونم گفته بود، نمیدونم خانوم هم بهم گفت بهش اعتماد نکنه، اما من گفتم این آدم خوبیه. گیم بیاله خواهر اینا، زیرا که اگر دنبال چشاش بره یک بار، میاد این موضوع احتمال تکرارش بیشتر خواهد شد.
تا اینکه دیگه سخت خواهد بود برای که از این منجلاب خارج بشه. و نوهگ میسوازو و مرسوم این میسواک، آدم مراقب باشه چشمش، به دنبال حواسه چشمش داره در هر زمان و هر مکانی، چه در مورد آقایون چه در مورد خانما. و خاتمه میده سفر نوح و کسی که میگذره از این فرمان نهی تورا و فکر و ذهنشو مشغول میکنه به چنین موضوعاتی حواسه این دنیا که میارن انسان به اینکه خارج بشه از اون راه و روشی که تورات نقدوشا تورای کامل و پاک به در اختیار ما قرار داده و حتی ممکنه کارش به افکار کفرآمیز، افکار منافی فقط کشیده بشه، به خن میشه او تا رهره اینا و همینطور کسی که به دنبال چشماش میره، یعنی که او تعقیب میکنه به دنبال حواسه این دنیا، مثل این که قلبشو قرار داده همیشه برای که زیاد بکنه لذتها رو بزرگتر در جانش، بدونه که نیت ببنده متوجه باشه که کجا داره میره، کجا میرسه. چون که معمولا حواسه هم طرف دفعه اول یه میزان کمه، بعد اون میزان کمه دیگه سیرش نمی کنه، ارضاش نمی کنه، هی بیشتر و بیشتر میشه اما به اون رضایتی هم که میخواد نمیرسه، هی گرسنه‌تر و گرسنه‌تره برای این امره. کنومر شلوی عصه که دشی عمود باری، یعنی که انجام میده به خاطر که سعی و سالم باشه و بتونه که سعی بکنه در عبادت پروردگارش، بلکه فقط میشه این که چجوری به اون حوث خودش برسه. و هر کسی که میره در این را گذشته از این فرمان نهی، مدام در هر لحظه که مشغول اون هست، همونطور که گفتیم تا آنجا گفتار سفر هینوخ هست. بس ادامه دار که گذشته پرسه بعدی دارم.